ما به خاطر اینا همه رسم و رسوما رو نادیده گرفتیم، ولی واسه خرید عروس که مادر دختر همراش نمیاد. شریف تو خیلی داری سخت میگیری، خب دلش خواسته بیاد مگه چی میشه؟ خیلی کنجکاوه، بیچارمون میکنه. حالا ببین اومده، ساکت باش دیگه، چیزی نگو. سلام. سلام گلفیدان. سلام زهرا، خیلی وقت اومدی؟ نه نه تازه رسیدم، یه 5 دقیقه ای میشه که منتظرم. خب فریها کجاست؟ فریها بعد از دانشگاهش میاد، کارش که تموم شد میاد پیشم. خوبه خوبه. تا کی میخوای با من اینطوری رفتار کنی؟ خاله زهرا صمیمی‌تر است و با من رفتار کرد. من عمدن باهات اینطوری رفتار نمی کنم، فقط مثل بابات انقدر سری مسائل فراموش نمی کنم. چون بابام به من اطمینان داره، اون حتی مطمئنه که من بابت مسئله فریها واقعا پشیمونم. ولی تو به من اطمینان نداری نه؟ من به اون مسئله فکر نمی کنم، فکرم درگیر مشکل خودمونه. خب بریم دیگه، تو لینینا منتظرن. این قرمزه رو ببین چقدر قشنگه. وای خیلی قشنگه. چطوره؟ قشنگه نه؟ آه خدای من. آه زمان ما که این چیزای رنگ و رنگ و قشنگ نبود، مخصوصا تو روستای ما. اونجا ما فقط دوتا لباس خواب داشتیم، یه حوله همون، مگه نه گلفیدان؟ آره آره همینطور. وای خدای من اینو ببین چکم داره، خیلی خوشگله نه؟ آه این دیگه چیه؟ واسه یه عروس خوب نیست. زهرا این چطوره؟ قشنگه، رنگش هم خیلی خوبه، آستین و نقش نگارش قشنگه، نگاش کن. یکی از یکی دیگه قشنگتر. خب دیگه حالا دخترمون باید به سلیقه خودش یکی رو انتخاب کنه. فرقی نمی کنه. آخه خب همشون قشنگه. خجالت کشیده. میدونی که شریف جون استرس هم داره، میدونی که سختشه. آه میگم اونایی که اونورم هستن قشنگن، اونا رو ببینیم. باشه. ببین اینم هست، خیلی بهت میاد. منم فکر میکنم این بهتره. سنم جون این چطوره؟ خیلی بهش میاد. آره به نظرم خیلی هم بد نیست. به نظرم پلین از این خوشش میاد. آره خوشش میاد، ولی من دوست دارم اون کلکسیون لباسای خوابتونم ببینم. باشه. میشناسم. چی شده؟ ببین باشگاهی که امیر صرف اوغلو میره رو من میشناسم، میدونم کجاست، کنار آموزشگاهی که من میرفتم. یعنی داری میری آموزشگاه؟ آه جانسو درست شنیدم، میخوای برگردی آموزشگاه؟ نه میخوام برم باشگاه. ندارن. راست میگه، خیلی خسته شدیم ولی میارزید. نمیدونم ارزش داشت یا نه. دخترم چرا اینقدر ساکتی؟ ما همه چی خریدیم ولی من که آخر نفهمیدم تو چیزی پسندیدی یا نه. معلومه که خوشش اومده، خوشش اومده. زهرا یه بارم باید برای خرید داماد بیایی نه؟ آره باید بیام. میگم حالا که ما تا اینجا اومدیم چطوره؟ بریم یه سر مغازه خلیل استراحت کنیم و یه چایی بخوریم، چطوره؟ آره. خ
خوبه، اینطوری محمدم میبینیم خیلی خوبه. آره بریم بریم. باشه پس بریم دیگه. وای عجب بازاری. بفرمایید. آه خوش اومدید. ممنون. خیلی خوش اومدید. ممنون. وای پسرم خیلی خسته شدیم، گفتیم بیاییم بهت یه سر بزنیم و یه چایی بخوریم. ماشل ممنون پسرم. خوش اومدیم. خسته نباشی پسرم. دارم صندلی بیارم. ماشالله دست درد نکنی پسرم. ممنونم. اینم عادت مادرمه، هر دفعه که میاد اینجا واسه کسب و کارم دعا میکنه. مادر دیگه. ماشالله وقتی میام اینجا روحیم عوض میشه. مغازه یه قشنگیه، خداوند انشالله به کارت برکت بده. خیلی ممنون مادر زهرا. خب فریا خانم، اینجا هم محل کسب و کارمه، اگه دوست داریم میتونیم بگردین و هرچی که خوشتون میاد. و خب چی میل داری؟ پسرم یه چایی میخوریم. من سفارش میدم. چیزه فریا خانم، اگه شما چیز دیگه ای میخواین، آب میوه یا لیموناد یا هر چیز دیگه ای؟ نه من. داداش برای ما چند نفریم؟ 6 تا چای بیار. سلام آقا اونان، گفته بودین اگه آقا امیر اومدن بهتون خبر بدن. خواستم بگن اینجاست، داره شنا میکنه. باشه ممنون، همین الان میام. بریم با هم یه قهوه بخوریم. باشه. من پیش لارا میمونم. خیلی خوب. تو رو خدا لارا، هم یه فرم ثبت نام میگیریم هم به همون خوش میذاره. جانسور چند بار بگم نه؟ یعنی اینقدر بیچاره ای؟ خیلی خوب بیخیال. صبر کن، منظور بدی نداشتم، فقط میخوام بفهمم چرا اصرار داری که حتما باید یکی همراهت باشه. اگه بگم حوصله‌ام سر میره باور میکنی؟ نه. وقتی تنها باشم دست و پامو گم میکنم، وقتی کسی پیشم نباشه احساس ناراحتی میکنم. میدونم شاید این حرفام به نظرت خنده‌دار باشه، ولی لارا تو کلی دوست داری، واسه همین از تنهایی چیزی نمیدونی. نه چه ربطی داره، من تنهایی رو دوست دارم. مثل آدمایی که هیچ وقت تنها نیستن حرف میزنی. برای تو تنهایی مثل اینه که هر وقت دلت خواست تنهایی پاشی بری سینما فیلم ببینی، یا اینکه اگه دوستا جایی دعوتت کردن که دلت نخواست نری، به جاش میری تنهایی میشینی تو اتاقت. البته تو نمیترسی. کسی که واقعا تنها نباشه از تنهایی نمیترسه. خب بذاری یکم فکر کنم، به نظرم یکم ورزش کردنم بد نیستا. ممنون. جوگیر نشو دیگه. Thank you.
امیر حالت چطوره؟ دلم برات تنگ شده. جدی؟ ببین من تا اینجا دنبال تو اومدم. یعنی نمیخوای شنا کنی؟ میگم که چطوره پدر و پسر بریم بیرون هم غذا بخوریم هم صحبت کنیم ها؟ باشه واسه یه وقت دیگه. پیش کرای هستی؟ دست از سرش بردار، شاید بخواد دوست دخترشو بیاره خونه ها؟ بابا نمیتونی مستقیم بگی بیا خونه؟ سلام دخترم. فریا خانوم چایتون سرد شد. این دختر فزارم سرد میکنه از بس بیروح سرد. خیلی خوب تو هم چیزی نگو باشه. آخه انگار مهمون داریم. سحر خانوم بفرمایید بفرمایید، غریبه نیستن، مادرم رو که میشناسی. آخ خاله شریفه خیلی خوش اومدی. ممنون. ممنونم دخترم، خیلی خوش اومدی. حالتون چطوره؟ خوش اومدین. خوش اومدین. ایشون همسایمون گلفیدان خانوم هستن. سلام، خوش اومدین. ممنون. ایشون هم مادر زهرا، مادر محمد هستن. سلام، شما هم خوش اومدین. ممنون. و ایشون هم نام زدم فریها. خوش اومدی. خیلی راجبت شنیده بودم، واقعا دلم میخواست ببینمت. زهرا خانوم بهتون تبریک میگم. ممنون دخترم، لطف داری. عزیزم به تو هم تبریک میگم. وای آقا خلیل بزنم به تخت، ماشاءالله نامزدت خیلی خوشگله. والا شبیه این عروسکایه پشت ویترین مغازه هاست. انشالله که خوشبخت بشین. میبینی چی دختر خونگرمیه، حالا این یکی رو ببین. اخما بس کن تو هم دیگه. مراسم نامزدیمون روز جمعه است، کارتای دعوت روز پنجشنبه آماده میشه. برای شما و برای عمو فیاض خانومشم کارت میارم. فکر کنم شما الان خیلی هیجان زده هستین، کارای مراسم خرید، مگه نه؟ چی بگم، انشالله خوشبخت بشین. انشالله همه خوشبخت بشن. من اومده بودم بدهیمو بهت بدم. کدوم بدهی؟ همین قضیه شیرینی رو میگم دیگه، اون روز که ازتون گرفتم. خب من بازم بهتون تبریک میگم. خاله شریفه بازم این طرف رو بیه. باشه باشه دخترم، اگه وقت کنم میام. خب دیگه من باید برم، خدافظ. خوش اومدی. ممنون. خوش اومدی عزیزم. سلام. جانم، خواهر عزیزم. خیلی دلم واسه‌تون تنگ شده بود. ممنون. حالتون خوش اومدی دخترم. خوش اومدی. تو هم خوش اومدی. خوش اومدی. چقدر بزرگ شدی ماشاءالله. محمد پسرم برو شمدونای عمتو. آره اونجاست. واسه‌تون نونم آوردم. نونم آوردم. ای بابا این خمیر چرا اینجوری شد؟ آخه چرا اینجوری شد؟ واقعا چرا اینطوری شد؟ نمیدونم والا. زهرا چند نفر میان؟ خب فعلا فقط خواهر شوهرم و دخترش دارن میان. صبح روز نامزدی هم ایشالله بقیه میرسن. والا این خانواده شوهر رو هر کاری هم که بکنی نمیشه تحمل کرد. اول مادر شوهره، بعد خواهر شوهره، بعدم برادر شوهر. آره به خدا راست میگی گلفیدان، اینا یه بلایی سر من آوردن که نگو، اونم وقتی که خیلی بچه بودم. حالا چطوره میتونم تحملشون کنم؟ آخ آخ زهرا جون، همه ما این چیزا رو تجربه کردیم.
تو خونه پدرت ناز پرورده میشی، بعدم که میفرستنت خونه شوهر هر کاری میخوان باید بکنی. اگه یه کار اشتباه انجام بدی باید به همشون جواب پس بدی. ایشالله خدا فعلیها رو تو خونه شوهر خوشبخت کنه. انشالله. آمین آمین. آره ایشالله خوشبخت. خب دیگه اینا رو بذاریم تو ظرف و درش رو ببندیم، کمکم کن. آها اینطوری. این قسمتم با ترد میل کار میکنی. چانس من نگاه کن، دو روز دیگه نگه بگی چون امیر صرف اغلو اینجا نمیاد پس منم نمیام. اگه اینطوری از الان بگو که ثبت نام نکنم. این چه حرفیه، ما اومدیم اینجا که ورزش کنیم. خب حالا اگه تصمیم گرفتین میتونیم بریم برای ثبت نام. ما تصمیم گرفتیم بریم. بفرمایید. کنین راجع به این موضوع به کسی چیزی نگین. لازم نیست تکرار کنید. گفتم که به کسی چیزی نمیگم. وای خواهر دستت درد نکنه، زحمت کشیدی. وای ممنونم، واقعا خیلی زحمت کشیدی اینا رو آوردی. واقعا خیلی لطف کردی، نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. میدونی خیلی از اینا خوشم اومد، خیلی خیلی قشنگن، خیلی قشنگه. با دستای خودت دوختیشون؟ خوبه دیگه، میذاری تو جهاز دخترت. والا دیگه نمیدونستیم چی برات بیاریم. راستشو بخوای یاسینینا و صالحینام نمیدونستن چی باید بفرستن. میدونی که اگه از قبل خبر داشتیم میتونستیم تصمیم بگیریم که چی بفرستیم. دیگه با عجله هر چی دم دستمون بود با خودمون آوردیم. دستتون درد نکنه خدیجه جان، همین که خودتون اومدین خودش خیلیه. داداش این حرفو نزن، من خیلی بهم برخورد. ببینم ما مگه غریبه ایم که چند روز مونده به مراسم نامزدی خبرمون میکنین؟ وای 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 اینا رو نگاه کن خدیجه جان، چجوری اینا رو دوختی، خیلی قشنگن. زهرا تو هم خیلی خوب گلدوزی میکردی، مگه دیگه گلدوزی نمی کنی؟ راستش نه، الان سرم خیلی شلوغه و وقت این کارا رو ندارم. میدونی خدیجه بقیه کارایی هم که بلد بودم الان دیگه یادم رفته. همون موقع هم که داشتی میومدی میگفتی من به گرد خاک استانبول راضیم. هنوزم راضیم خواهر جان، هنوزم راضیم. مگه این گرد خاک چیه خدیجه جان؟ یه فوت کنی میره، ولی اون دردا همچین سر دل آدم میشینه که به سادگی پاک نمیشه و مجبور میشی که به گرد خاک استانبول راضی بشی. پاشو برای دایی چایی بریز، از اون اونایم که اووردم بیار، حتما داداشم واسه این چیزا دلش تنگ شده. بده بخوره و دیری از عزا در بیاره. بیا دخترم. زن دایی فریحا کی میاد؟ الان دیگه با محمد پیداشون میشه. خواهر جان از اینا بخور.
خیلی با عجله اومدیم. آخه مراسم نامزدی دختر گلمه. راستشو بخواین به نظرم اگه این مناسبت ها نباشه نمیاین طرفمون نه دعوتمون میکنین. این چه حرفیه که میزنی خدیجه جان؟ قدمتون بروی چشمامون. والا داداش تو هم فقط حرف میزنی. ببین برادرزاده گلم واسه خودش خانومی شده و داره ازدواج میکنه. اون وقت ما تازه تونستیم ببینیمش. این چه حرفیه خدیجه جان؟ هنوز اون موقع خیلی مونده. صبر کن حالا. والا برای تو گفتنش خیلی راحته. آخه تو که تو روستا کس و کاری نداری. عزیزات همه کنارتن. ولی ما که اینطوری نیستیم. دلمون برای برادرمون تنگ میشه. برای برادرزاده هامون تنگ میشه. دلمون میخواد عزیزامون کنارمون باشن. ببین خدیجه، حالا که همه دور همیم سر سفره گله نکن. داداش اینجوری حرف نزن. منم دلم پره که اینجوری حرف میزنم. زن داداش ناراحت نشه، ولی اگه تو نباشی یه زنگم نمیزنن که حال ما رو بپرسن. فقط اید به اید صداشنو میشنویم، اونم به زور تو. نامه جون این چه حرفیه؟ به خدا خودمون زنگ میزنیم. آخ محمد جان منظورم تو نیستی عزیزم. والا این دخترمون صداشو که نمیشنویم هیچ، دلمون واسه دیدن روی ماهش تنگ شده. من دارم اینو میگم. عمه جون زنگ میزنیم. آره اید بهت زنگ میزنی. دخترم تو دیگه بزرگ شدی، به زودی قرار نامزد بکنی. باید بیشتر زنگ بزنی و حال و احوال ما و بقیه فامیلا رو بپرسی. به بزرگترها بیشتر احترام بذاری دخترم. خیلی خوب عمه باشه. الان از حرف من عصبانی میشی، ولی وقتی رفتی سر خونه و زندگیت، اون وقت قدر خانوادتو میدونی. درسته که من دارم این حرفا رو به تو میگم، ولی مادرت هم اصلا زنگ نمیزنه حال ما رو بپرسه. اگه داداشم نباشه اصلا هیچ کدومتون احوال ما رو نمیپرسی. ایشالله برادرت عمر طولانی داشته باشه تا مدام به هم سر بزنین و حال همدیگر رو بپرسین. فریها این سفره رو جمع کن تا با عمتینا یه چایی بخوری. داداش من میرم برات چایی میریزم. میدونم که دلت خیلی برای چاییم تنگ شده. بذار منم کمکت کنم. فریها خوابیدی؟ نه. خب واسم تعریف کن. چیو تعریف کنم؟ خب از ماجرای نامزدیت بگو دیگه. نامزدم؟ آره. چجوری آشنا شدین؟ خیلی دوستش داری؟ حالت خوبه؟ واقعا معذرت میخوام، اصلا نفهمیدم چطور شد. شکسته. واقعا معذرت میخوام. مهم نیست. بریم دکتر؟ نه ممنون لازم نیست. خب پس سوارشو بریم یه گوشی نو برات بخریم. گوشی خودم رو داده بودم برای تعمیر، اینو همینجوری استفاده میکردم. ممنون. خب پس بذار پولشو بدم. ببینم تو میخوای پول چی رو بدی ها؟ خب دادم گوشی رو شکوندم، پس باید پولشو بهت بدم. لازم نکرده. ولی من میخوام جبران کنم. اگه میخوای جبران کنی دیگه رانندگی نکن. خیلی دوستش دارم. منم یه نفر رو تو روستای خودمون دوست دارم. ولی تو به کسی چیزی نگو باشه؟ آخه هنوز هیچی معلوم نیست. فقط همدیگر رو میبینیم. وقتی میبینمش دلم یه جوری میشه، صورتم قرمز میشه، قلبم تون میزنه. تو هم اینجوری میشی؟
آره میشم. وقتی پیششم حتی نمیتونم تو صورتش نگاه کنم. وقتی هم پیشش نیستم همش بهش فکر میکنم. وای دختر، به نظرم تو واقعا عاشق شدی. ولی ببین به هم رسیدین، ایشالا که خوشبخت بشین. آی ایشالا نوبت منم بشه. خدایا دار. تو هم اونا رو مرتب کن. ببین میخوام اینا رو بذارم اینجا. بذار اینا رو مرتب کنم. بذار ببینم چیزی جانم مونده باشه. آره فکر خوبیه، اینجوری خیلی بهتره. خیلی خوب باشه دخترم، بذارشون اینجا. زود باش بیا پسرم، عموتینا دم در منتظرن. خیلی خوب بابا اومدم. خب شما که دارین میرین ما هم از آرایشگاه میاییم اونجا. باشه باشه، ما رفتیم دیگه. میبینی هنوز هیچی نشده، این مادر دختر شروع کردن.
زود باشیم بریم دیگه. آره شریف خانم اینام تو آرایشگاه منتظرن. زود باش کلثوم، دیرمون میشه. زود باش. میبینم که با هم دیگه میایین. واسه یه مدت پیش کارایی. خیلی خوبه امیر، میشه یه لحظه بیای؟ کارت دارم. مشکل تو باهاش حل نکردی ولی شبا پیشته. هانده لطفاً بس کن. جدی میگی؟ چرا با من این کارو میکنی؟ خیلی زود حرفاشو باور کردی و بخشیدش. یه چیزی بگو کرای، چرا ساکتی؟ ما دوتا دوستای خوبی بودیم. چندین بار دعوا کردیم، قهر کردیم، ناراحت شدیم، ولی همدیگر رو بخشیدیم. چرا الان این کارو میکنی؟ تو حرف امیر رو باور کردی، بخشیدیش. خب چرا منو نمیبخشی؟ چرا حرف منو باور نمیکنی؟ خب هانده، اینقدر هاده نکن، هیچی نکن، کافیه هرچی گفتیم. اصلا میدونی چی کنی؟ دیگه همه چی تموم شد. میفهمی چی میگم؟ تو واسه من مردی. چی گفت؟ بازم رفت رو اعصابت؟ هر کاری خواستی کردی، دیگه دست از سرم بردار. کارهای تو هنوزم داری دوروبر اون میپلکی. آره هنوزم دارم دوروبرش میپلکم. عشق همینه قنچه. میدونی آدم نمیتونه از کسی که عاشقش فاصله بگیره، اگرم بخواد نمیتونه ناراحتش کنه. هرچند تو که این چیزا رو نمیدونی، آخه تو که کسی رو دوست نداری. چیزی که تو اون سیدی هست اصلا برات مهم نیست. چیزی که دیدی برات مهم نیست. امیر، فریها، من، هیچی برات مهم نیست. فقط مشکلت هانده است. هانده بد جنسه نه؟ تو فکر میکنی خودت خیلی بهتری؟ تنها مشکل من توی کارای توی. بذارین کار آرایش عروس تموم بشه، بعد کار شما رو شروع میکنم. نه نه ممنون، من نمیخوام آرایش کنم. ولی شما حتی موهاتونم درست نکردین. چی کار کنم؟ موهام خیلی بلنده، بافتمش همینطوری خیلی خوبه. راسته شما پوستتون واقعا خیلی خوبه و احتیاج به آرایشم ندارین. ممنونم. وای فکر کنم نرسیم موهای منو درست کنیم. میرسه دخترم میرسه. خانم آرایشگر میگم یه جوری براش درست کنیم که خیلی به چشم بیاد. باشه. وای ماشالله ماشالله چقدرم خوشگل شده. میگم اگه یکم این موهاشو جمع کنیم بد نمیشه.
میگم به چشمشم میتونی سایه آبی بزنی رنگ چشماش بیشتر به نظر میاد. دخترم تو هم یه چیزی بگو دیگه. فرقی نمیکنه. این همیشه همینطوریه اخمو عبوس. نگاش کن پوست تو هم مثل مامانت میمونه، خیلی خوبه. پوستت اصلا احتیاج به آرایش نداره. مگه میشه؟ مثل این که نامزدیه ها، آرایشش کنین، خوشگلش کنین، باید خوشگل به نظر بیاد دخترم. باشه، آرایشش هم میکنم. فریحا میشه با آینه نگاه کنی؟ فریحا خانوم، آرایش چشمتون پخش میشه ها. گریه کرد، تمام آرایشش به هم خورد. اشکال نداره، به خاطر هیجان و استرسه، از اینکه داره از خونه مادر و پدرش میره ناراحته. وای مامان، خیلی خوشگل شده نه؟ آره خیلی. ایشالله قسمت تو هم بشه دخترم. ایشالله. وای لباسش هم خیلی بهش میاد. وای وای وای، ماشالله ماشالله. موهاش خیلی پایینه، میشه یه کمی ببرینش بالاتر؟ نه خیر، خیلی هم عالیه، یه نگاه بهش بنداز. به نظرم اگهش خیلی هم خوشگله. ببینه خیلی خوب، زیاد شلوغش نکنه. نه اگه بالاتر بده خوشگل شده. تبریک میگم آقا. خوش اومدی. ایشالا به پای هم پیر شد. سلام. تبریک میگم. خوش اومدی. سلام علیکم. تبریک میگم. خوش اومدی. سلام علیکم. خوش اومدی. خوش اومدی. پاشا دیگه امیر، دو ساعته دارم بهت میگم پاشو، پا نمیشی. تو برو، من نمیخوام بیام. یعنی چی که تو برو من نمیام؟ خودتو جمع و جور کن، ببین تو چه حال و روزی هستی. اصرار نکن دیگه، دلم نمیخواد برم بیرون. خیلی خوب باشه، هر کاری دوست داری بکن، من که دارم میرم.
ادامه سریال در وبسایت مووی باز.